برای بینندگان عزیز، این فیلم اثر یک فیلمساز ایرانی است که عضو خانه سینما هم تا اونجایی که من اطلاع دارم نیست. اولین فیلم خودش رو با یک دوربین معمولی و سپایه شکسته ساخته. همونطور که دیدید در یه لحظه کارگردان رو نشون داد که قسمت‌های از انگشت‌های دستش رو در جنگ ایران و عراق از دست داده. سال 1391 است. این فیلم اگر اشتباه نکنم 1382 بود یا 84 ساخته شده، یعنی چند سال بعد از پایان جنگ. حدود اگر جنگ سال 68 تموم شد تا 16 سال بعد از پایان جنگ، این وضعیتی است که سمبل شهرهای جنگ‌زده ایران یعنی آبادان داره. حالا چقدر ما در مقابل این دوربین ها بشینیم و شعار بدیم در مورد فقر مردم ایران، در مورد نابسامانی هایی که گریبان کشور ما رو گرفته، کاری از این گویاتر میشه عرضه کرد؟ کاری از این زیباتر میتونه جای همه شعارهای حزبی رو بگیره، جای همه این کنفرانس ها رو بگیره، جای همه این همایش ها و کنگره ها رو بگیره؟ این درد سرزمین ماست. فقط گوشه ای توجه داشته باشید، گوشه ای از خوزستان بزرگ ما رو نشون میده و زندگی روزمره مردم رو. در هر نقطه ای که برید به تناسب چنین وضعیتی است. ایران و تهران رو در بازی‌های سیاسی حاکمان بر سر قدرت و یک سونگری اونها و برج‌های بلندی که در تهران بالا رفته نباید دید. ما چه داریم در مقابل این مردم بگوییم؟ خانم‌ها، آقایان، اعضای پنل امشب من گروه نمایش تنها هستند، همونطور که اونها رو قبلا خدمتتون معرفی کردم. گلسا سرابی، عرفان ملکوتی و آقای ملکزاده که تهیه کننده این نمایشنامه هستن. عرفان، یک ساله که از ایران اومدی، درسته؟ بله. پیمان ماندگار رو میشناختی؟ نه، متاسفانه. این فیلم نظرت چیه؟ به عنوان یه کارگردان تئاتر چی فکر میکنی در این فیلم؟ اول از همه متاسفم، ولی فیلم کلکسیون به نظرم کلکسیونیست از دردها و تضادها. تضادها در هر شکلش، تضاد من با دیگری و تضاد خود دیگری با خودش. یعنی حالا جایی که نشون میده فشنگ ها رو در تضاد با ماتی که اون دختر خانم که تضاد من با دیگری است، یا تضادی که حتی بین من و خودم هست. یعنی کسی که نماز میخونه اما چیز دیگری در پس زمینه کار هست. ما در دنیای تضادها داریم زندگی میکنیم و واقعا تأسف باره. آیا این تضاد، من به دنیای تضادهایی که ما در دنیای تضادها کار میکنیم زندگی میکنیم کاری ندارم، آیا این تضادها یه تضادها، شما یک سال از ایران اومدید، این تضادها در ایران هست، به چشم دیده میشه؟ 100%. این فیلمساز اغراقی نکرده؟ نه، اصلا اغراق که نکرده هیچ. این فیلمساز تضاد رو بین تهران و آبادان، یعنی فکر کنم چیزی حدود 1200-1300 کیلومتر نشون میده. من تضاد رو توی تهران و تهران کوچه به کوچه میتونم به شما نشون بدم. تضاد رو توی پشت چراغ قرمز بین بچه‌ای که ملتمسانه آدامس میفروشه به صاحب مرسدس آخرین مدل میتونم به شما نشون بدم، فقط در یک جای کوچیک، نه خیلی دور. گلسا، شما که 3 سال از ایران اومدید، شما نظرت چی در مورد این فیلم؟ والا فیلم که بی‌نظیر بود. من اینقدر اینجا نوشتم که واقعا خیلی نکته های متفاوتی رو نشون میداد، ولی اگه بخوام به عنوان یک بازیگر راجع به این فیلم صحبت بکنم، اینه که به نظر من بازیگری، همیشه چیزی که من راجع به بازیگری میگم اینه که دو تا جنبه مختلف داره. یکیش شهرت و مقام و حالا ثروت و چیزهای مختلفیه که ممکنه دنبالش بیاد، ولی یه نکته خیلی ظریفی توی بازیگری هست و اون هم تجربه کردن و وارد این دردهای اجتماعی شدنه
که به نظر من خیلی قشنگ توی این فیلم این کارگردان نشون داد، مخصوصا در مورد بازیگر دختری که اونجا حضور داشت و دغدغه های اون دختری که دقیقا از اون جنس بازیگری بود، که به نظر من فکر میکنم بیشتر براش اون جنبه دیگه مادی بازیگری مهم بود تا جنبه معنوی بازیگری. وقتی داشت میرفت آبادان گفتش که هیچ چیزی از اونجا نمیدونست و اینکه حتی قبل از فیلم برداری نرفته بود ببینه اونجا چه شکلی، اگه حتی تا حالا نرفته بود، و حتی موقعی هم که اونجا بود تمام دغدغش چیزهایی بودش که مثل سگش بود یا چیزهای مختلفی که اونجا وجود داشت، شاید حتی خیلی دقت نمیکرد به اتفاقاتی که گوشه و کنار اونجا افتاده و تو اون لحظه داره میافته. اینو خیلی قشنگ نشون داد این کارگردان، حالا به غیر از چیزهای دیگه که خیلی خوب نشون داده شده بود از قبیل تضاد اجتماعی و چیزهای دیگه، ولی من فکر کنم به عنوان یک بازیگر اینو خیلی خوب نشون داده بود. این تضادی که در ایران هست، این مردمی که به این شکل به اصطلاح حسرت زندگی رو دندون قروچه میرن و حس میکنن، میشناسن، از طریق ماهواره با دنیا ارتباط برقرار میکنن، خب اینا به نظر شماها این خشم رو چجوری فرو میخورن، چجوری تحمل میکنن؟ این زندگی فلاکتباریه و کسانی که در این فیلم نقش بازی میکردن که آدم های واقعی هستن، بله، اصلا هنرپیشه نیستن، خب با این درد چجوری کنار میان؟ جامعه ایران چجوری این تضادها رو داره جلو میبره؟ آیا ترس از سرکوب؟ عرفان، ترس از سرکوب نه، به نظر من جامعه ایران و هیچ جامعه ای هیچ دردی رو باش کنار نمیاد، مجبوره که قبول کنه چون گاهی اوقات چاره ای نداره و خب زندگی رو همین میدونه و زندگی رو کسانی میدونه که دارن براش سرمشق می نویسن. یه صحنه بسیار زیبا داشت این فیلم که من فکر می کنم یه نکته بسیار اساسی رو داشت می گفت، که ما داریم دوربین توی ساز اون دختر بود، دختری که نماد جامعه مرفه هست و از اونجا داره بیرون رو نشون میده و اون آن جوانک ها در آبادان دارن براش میرقصن، یعنی اتفاقا اونها عروسک های رقصان اون جماعت مرفه هستن، یعنی اونهان که دارن ساز میزنن تا یه دهی برقصن، فقط عروسک خیمه شب بازی هن در دست دیگران، چاره جزی ندارن، جانی ندارن که این آقای پیمان ماندگار کارهای خوب دیگری هم کرده، از جمله فیلم‌های دیگر شهر خوبانه و کولاکه، و به بینندگان عزیز قول میدم که در فرصت‌های دیگه فیلم‌هاش رو پخش بکنم، چون واقعاً تماشایی و ما رو تلنگر میزنه، بیدار میکنه که تا چه حد ممکنه ما با همه حسن نیتی که داریم از واقعیات موجود جامعه خودمون دور باشیم. برای اینکه مردممون رو حس کنیم باید سعی کنیم با این واقعیات آشنا بشیم، و کسانی مثل پیمان ماندگار اگرچه نه جایزه اسکار میبرن نه دیپلم افتخار میگیرن، هیچ کدوم از اینا نصیبشون نمیشه، ولی البته همین فیلم کلکسیون در فستیوال فیلم سوئیس مورد تحسین قرار گرفت، ولی خب این فیلمسازها کمتر فرصت پیدا میکنن، برای اینکه اینها فیلم هایی نیست که جمهوری اسلامی بخواد ساخته بشه و پخش بده. درست میگم یا نه؟ 100%. و چه زیبا، حالا از اینها بگذریم، من میخوام یه تقدیری بکنم از کار تکنیکی و بسیار زیبای پیمان ماندگار، چون واقعا توی 27 دقیقه این همه حرف زدن بسیار سخته، حرفی که خیلی ها توی 90 قسمت سریال نمیتونن بزنن، یعنی شما وقتی 27 دقیقه زمان دارید این همه چیز میگید، خب مجبورید خیلی چیزها رو با نماد بگید، باید از چیزی حرف بزنید، پشت سرتون تو پس زمینه تابلوی شهید بهمن قبادی گفت نمایش داده بشه، خب ولی در کنارتون عکس هدیه تهرانی باشه موقع نماز خوندن، بله، و واقعا
خب هر حرف بسیار زیاده. آره بهمن قبادی شهید شد، هنرمندی که توی کشورش نتونه کار کنه در واقع شهید میشه از بین میره. بله شهید هنری شد. بله. خب